غلام حسین محسنی اژه‌ای متولد 1335 در روستای اژه واقع در بخش جلگه از توابع اصفهان است. او پس از اخذ مدارک حوزوی در اواخر سال 58 به توصیه و دعوت شهید قدوسی به تهران می آید و در دادگاه انقلاب مشغول به کار می شود. اقدامات مؤثر و دقیق قضایی اژه‌ای در این سالها باعث شد وی در سال 64 به عنوان نماینده قوه قضایی در وزارت اطلاعات معرفی شود که جایگاهی مهم و حساس محسوب می شود. حجت الاسلام اژه‌ای در طول سالهای اخیر در مناسب مختلف در حوزه قضایی مشغول به کار بوده است و سابقه پروپیمانی در این حوزه دارد. در روند فعالیت‌های قضایی محسنی اژه‌ای پرونده‌های سنگین و پیچیده‌ای از صاحب منصبان و دانه درشت‌ها را پیگیری کرده که از آن جمله می‌توان به پرونده فاضل خداداد، غلام حسین کرباشی و مهدی هاشمی اشاره کرد. وی در سال 65 عهده‌دار پرونده سنگین مهدی هاشمی می‌شود که علاوه بر طولانی بودن جریان رسیدگی و پیچیدگی پرونده، فشارهای سنگین سیاسی از سوی دفتر آقای منتظری که در آن هنگام منصب قائم مقام رهبری را داشته نیز بر او کارساز نمی‌شود و روند رسیدگی به پرونده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. پرونده کرباسچی شهردار اسبق تهران از جمله پرونده‌های بسیار سنگین محول شده به اژه‌ای است که به دلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بوده است. محسنی اژه‌ای در دولت نهم نیز به عنوان وزیر اطلاعات انجام وظیفه می‌کند که نهایتاً پس از اختلاف نظر با رئیس جمهور وقت بر سر موضوع اطاعت از ولایت و همچنین یکی از نزدیکان رئیس جمهور به این مسئولیت پایان داده می‌شود. حجت الاسلام اژه‌ای از ابتدای شهریور ماه سال 1393 تا به امروز در جایگاه معاون اولی قوه قضاییه مشغول به فعالیت بود. سابقه مدیریتی حجت الاسلام اژه‌ای در حوزه قضایی گسترده و پربار است و میتوان به ادامه روند فساد ستیزی و رونق و رشد تولید و اشتغال همچون دوران مدیریتی آیت الله رئیسی در قوه قضاییه با روی کار آمدن وی نیز امیدوار بود. حالا آقای اژه‌ای است و یک قوه قضایی با سابقه درخشان و مردمی که انتظار دارند روند شکوفایی قوه قضایی ادامه دار باشد. امید است که با روی کار آمدن حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در قوه قضایی در جایگاه ریاست این نهاد مهم و حیاتی، روند برخورد با متعدیان به بیت المال و عوامل ایجاد فساد و بی‌عدالتی همچنان تداوم داشته باشد.